میخوایم با حرف پدری که مهمان ماست این قسمت آغاز بکنم. هیچ کلمه برای غمی که امروز دارم برایم سختتر نیست. امروز پدری از هرات مهمان ماست. در بخش گمشده برنامه بامداد غلام سخی احمدی به خاطر پیدا کردن فرزند خود سالیان سال است که تلاش میکنه. مدت یک هفته است که در کابل زندگی میکنه به خاطر ای که بتونه بچه خود پیدا بکنه و لااقل بتونه در برنامه بیایه و عرفا و گپهای دل خود با شما شریک بسازه. پدر جان بسیار خوش آمدین، خسته نباشین. زنده باشین، جور باشین. صبحتان بخیر. جور باشین. از هرات آمدین. بله. خوش آمدین. جور باشین. و مدت زیادتر از یک هفته است که در کابل زندگی میکنین. کجا زندگی میکنین؟ با اوتل است. بله. تمامی درد و رنج به خاطر فرزندتان قبول کردین تا که پیدا شوه. بله. بین از بچه تان کمی بر ما قصه بکنین. نامشان چی بود؟ کجا گم شد؟ چه وقت گم شد؟ نام غلام سرور بود. به محل بچه ها اما قطاروزی و خواهم فامیل ما ایر بنام بابک هم یاد میکردن. خواه. در حدود سن 20 سال بود، 20 ساله بود که گم شد. خانه بیرون شد. ما به زیفه داشتم به کش و کانه تقریبا 136 کیلومتر از هرات فاصله داره. اونجا به زیفه داشتم امبولنس بلی و به ما تلفن کردم که امی غلام سرور تاریخ 24 قوس سال 84 از خانه بیرون شده. بس ما آمدم به خانه. کی برات گفت؟ در خانه فامیل فامیل برات گفت؟ تلفن کردم بله. وقتی که ما آمدم پرسان کردم که چرا این چیگه ده گفت این خواست شو ملای مسجد میمون کنیم باز همو همشیری و والدی گفته باشه پدرت از وظیفه بیای باز میمون میکنیم خود سر همین گپ اینا جنجال کردیم از خانه بیرون شده که بیرون شده بیرون شده دیگه از با کامودم بازم تا جایی که میفهمید که این میره خانه خیشقم همه جا رو در رفتیم پلیسیم اجرا معلوم نشد از شبکه در تلویزیون فکر میکنم محلی و چی دادیم اعلان دادیم ولی معلوم نشد. ما بس هرات گشتیم بودیم بشه یک کار کرده باشه به اونجا بندی کرده باشم اونجا رفتیم جای اطفال از ما بس اطفال دیدیم هیچ درک نکرد. غلام سروری که مشهور در قریه به نام بابک بود به خاطر مهمانی کار کرد و تا امروز روزه دیگه دوباره بر نگشت. 15 سال میشه. این سال 15 سال. 15 سال. بله. و اصلا اون روز و بعد از 20 روز عید قربان بود بعد از 20 روز یکی از آشناهای کاکای زی به کابل گفت من به حمام میرفتم یا من میرفتم به حمام او به در میشد یا او میرفته میامده به حمام من به در میشدم مثلا او دیده گفت کجا میرید چیکار میکنی گفت من همراه با چکاکا خود میخوام برم به دبی این دیگه از او درک نشد در کابل دیده شده بله 20 روز با و همون گفته ما دیدم دیگه ما گفته همو ما گفته همو دوست کاکایو ام محله تان دیگه آه در محل بود سای منصب بود به هرات خود آمده بود به کابل دیگه روزا از رخصتی آمده از کابل نه اون نمیفهمی که خود از کابل بود یا از چی منطقه بچه رو میشناخت خواه بله گفته بود که من میرم دبی میرم امروز بچه کوکا خو میرم به دبی دیگه هیچ زنگ نزد دیگه هیچ زنگ نزد هیچ درکم نشد و امو شاوه که مثلا این بچه ها که قار میکنن قارجایشان ایران شده مثلا باز میاد امی ادم و ترار سیل میکنن که یا مسافرخانه را که کابل نام نرفته باشه و شما مثلا رفتین دیدین مسافرخانه نه ما نرفتیم مسافرخانه نرفتیم هیچ نرفتیم نرفتیم موترایی که از هرات کابل میامد تون جنب ندیدین نرفتیم شما پالیدین ها باید تو پالیدن بگه خانه عقاره با خیش آقای ما اینا رو گشتیم ولی این کار رو نکنیم که برای ما چی ما به این فکر نبودیم که جای دیگه رفته باشه شاید گفتم این بلات به مهرات باشه دیگه ما او ترانسپورتار نرفتیم دیگه وقت هم کار میکرد ها کار میکرد و علاقه زیاد به سکل سوری علاقه داشت او میخواد باز همین روزا سرباز شه باز آمد به دنبال پیش ما که بیام بریم به تو ضمانت بر بکو به آقا ما رو آقا میگو ضمانت بر بکو که ما تو را چی کنم چون این نو یک سال زیر تداوی دکتر بود که کم روانی بود مرض روانی داشت بعد این تا یک سال این زیر تداوی بود این سال آخر نوبت آخر از این برج اول قوس بود رفتم پیش دکتر این چکه گفت هیچ مشکل دیگه ندارد فشارم خوب است بخی اطمینان میتونم که جور تیار است یک مو به دوا داد این برج قوس گفت برو دیگه خلاص
اینامو بود که با 24 قوس این دیگه خانه بیرشو رفت. آدم مثلا بچه ماما کاکا اما یک کس نه یک کس رفیق می باشه که اگاه موال می تبرش برای هیچ کس حوال نداد. کس تا امروز روز تا امروز هیچ حوال نداد. بچه کلان تان بود؟ نه بچه دو تقریبا بچه سوم دیگه اول دختر بود دویم با یک بچه دیگه ایدن سوم بود. چیز کار نمی کرد؟ نه کلان بیکار بود. بیکار بود؟ بله. بچه کلان تان چی نام داره؟ غلام یحیی. یحیی جان. بله. ولی هرات کوچه و پس کوچه هرات گشت کلا را گشت کلا شو گشت. مادر شیات است؟ ما مادر سال 96 فوت. خدا مغفرتش بکن. درد میبرین رنج میبرین؟ یک برادر دیگه به نام عبدالقادر با 14 استانبول سال 95 شهید شد سرباز بود. خدا بخشش خدا بخشش. فقط چیزی که به نام علی محمد افسر پلیس بود و مامور حوزه هفتم هرات و هم با دوی پنج سرطان سال 92 هم شهید شد. خدا مغفرتشان بکنه. فقط خاص آمدنتان به کابل از خاطر از این خاطر این بچه ما بچه ایتان. بله. امیدوار هستم که سروری که مشهور و بابک در هرات بود در قریه در محله که زندگی میکردن اگر میبینین امیدوار هستم که لاقل برای پدرتان یک زنگ بزنین بر ما یک اطلاع بتین. شماره واتساپ ما در خدمتتان است. شماره واتساپ ما 0780-38-91-58. هر آن هموطن ما که هر جایی که سروری که مشهور به بابک است اگر شما میبینین لطفاً کمک بکنین. پدر از هرات کابل آمد و مدت یک هفته یا زیادتر از یک هفته است در اوتل زندگی میکنه فقط به خاطر پیدا کردن فرزند خود و امیدوار هستم که بتانه این برنامه هم کمک بکنه. بسیار خوش آمدین پدر جان. فقط با دعا میکنیم که خداوند خوشی را نصیب خودتان خانواده تان بگردانه و امیدوار هستم از کابل بخیر با یک خبر خوش دوباره هرات بدین. امید است و دوستان میتونین که شما این قسمت از برنامه را با دوستایتان رفقایتان در دنیای مجازی شریک بسازین. بیاین یک کمک بکنیم در شرایط امروزه که هموطنهای ما نیاز برای لبخند دارن. لبخند هدیه بکنین برای نا. برای دیدن قسمت های جالب و دیدنی بامداد خوش اینجا را کلیک کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین.